بیننده عزیز شما بیننده گفتگوی ویژه آماج با سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان آقای رایان کراکر هستیم. آقای سفیر از فرصتی که با ما دادید سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم. آقای سفیر ما تا دو روز دیگر شاهد برگزاری نشست دوم بن خواهیم بود. انتظار شما از این نشست چیست؟ This is going to be a very significant conference on a number of levels. این نشست در نوع خود نشست بسیار مهم است، آن هم به چند دلیل. اول اینکه این نشست 10 سال پس از کنفرانس اول بن که منجر به تأسیس دولت افغانستان شد برگزار می‌گردد. دوم اینکه این بزرگترین نشست جهانی است که از سوی افغان‌ها مدیریت و رهبری می‌شود و در رأس این نشست فقط یک شخص، آن هم آقای کرزی قرار دارد. و سوم اینکه این نشست فرصت خوبی برای بازتاب دستاوردها و پیشرفت‌های افغانستان طی 10 سال گذشته نیز است که با حمایت جامعه جهانی به دست آمده. این فرصت خوب است که نگاهی به گذشته انداخته و از خود بپرسیم چه دستاوردهایی داشته ایم. من به عنوان یک تبع خارجی خاطرات فراموش نشدنی از افغانستان دارم که پیش از نشست اول بن وجود داشت. درست چند روز پس از این نشست سفارت ما در کابل باز شد و من به کابل آمدم. افغانستان کاملا ویران شده بود. نه دولتی وجود داشت، نه پلیس و نیروی امنیتی، نه خدمات و نه هم برق. اما امروز ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هستیم که به یقین رئیس جمهور کرزی نیز در سخنرانیش به آن خواهد پرداخت. درست زمانی که در اوایل سال 2002 میلادی من به کابل آمدم 9000 طفل به مکتب می‌رفت که همه‌شان پسر بودند، اما امروز تعداد آنها به 8 میلیون می‌رسد که 40%شان را دختران تشکیل می‌دهند. صحت و دسترسی به خدمات صحی به گونه چشمگیر توسعه یافته است. مخابرات، برق، تأمین امنیت به وسیله نیروهای افغان. همین 5 شنبه گذشته من در مراسم آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ولایت پروان اشتراک نمودم. قرار است امنیت 50% از اراضی افغانستان توسط نیروهای افغان تأمین شود. نشست بن فرصت خوبی است تا به جهانیان نشان داده شود که چه کارهای تا حال صورت گرفته و همچنان فرصتی است تا روی چالش‌هایی که افغانستان با آن روبروست نیز بحث شود. It'll also be an opportunity to talk about the challenges that still confront Afghanistan. Yeah, what are you expecting from شما از جامعه جهانی در این نشست چه انتظاری دارید و چه تعهدات آنها برای 10 سال آینده افغانستان خواهند داشت؟ Well, that's one of the other important points. I think این یکی از نکات مهم دیگر است. رهبری افغانستان به صورت واضح در مورد مشکلاتی که با آن روبروست صحبت خواهد نمود. صحبت از این که افغان‌ها چه کاری را انجام خواهند داد و همچنان صحبت از این که در کدام بخش‌ها کمک‌های جامعه جهانی مؤثر خواهد بود. همچنان بر جامعه بین‌المللی فرصتی خواهد بود تا بر تعهداتی که در نشست لیسبون بر سر روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی، ثبات و رفاه افغانستان پس از سال 2014 متحد شده بودند عمل کنند. فرصتی برای جامعه بین المللی خواهد بود تا تعهد کنند که کمک، حمایت و تعهدات ما تا سال 2014 نیست. مشخصا ما روی همکاری های استراتژیک خود با افغانستان گفتگو خواهیم نمود که بعد از سال 2014 میلادی در بخش های آموزش و پرورش، اداره، بهبود اقتصاد، تکنولوژی و همچنان امنیت ادامه می‌یابد. اما پیام ما به مردم افغانستان، مردم ایالات متحده آمریکا و متحدان ما این است که افغانستان همکار استراتژیک ما بعد از سال 2014 خواهد بود. Our allies and our adversaries is that the United States is going to be Afghanistan's strategic partner well beyond 2014. What do you think about Pakistan's پاکستان در نشست دوم بن شرکت نمی کند. نظر شما در این مورد چیست؟ با تأسف، اگر آنها تصمیم گرفتند که در کنفرانس اشتراک نخواهند کرد، روی نتایج این نشست تأثیر نخواهد داشت. روشن است که این به ضرر پاکستان خواهد بود. این هم فرصتی بود برای پاکستان که نظریاتش را به جامعه جهانی ارائه می کرد. They're giving that up.
چگونه نظریاته؟ هر نوع نظری که داشتن می توانستن ابراز کنند. نگاهشان نسبت به روابط دراز مدت با افغانستان و جامعه جهانی. آیا فکر می کنید که عدم اشتراک پاکستان در این کنفرانس تأثیر روی روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان خواهد داشت؟ Their attendance or non-attendance at the conference I don't think is اشتراک یا عدم اشتراک پاکستان فکر می کنم تاثیر زیادی روی روابط دو جانبه ما نخواهد داشت. ما راه‌های دیگری برای گفتگو جستجو خواهیم کرد، اما فرصت خوبی برای بازبینی روابط میان پاکستان و افغانستان بود. خوب بود با استفاده از این فرصت در مورد روابط و موضوعات سه جانبه ایمان صحبت می کردیم. پاکستان نقش بارزی در قبال اتفاقات افغانستان دارد، بخصوص این که پاکستان پناهگاه امنی برای شورشیان مبدل شده است. خب پاکستان میتواند نقش مهم را در امنیت افغانستان بازی کند، اما از این که آنها در چنین کنفرانس مهم شرکت نمی کنند، آیا به نظر شما آنها نمی خواهند که نقش مهم خود را به گونه مثبت ایفا نمایند؟ I think their attendance or non-attendance at Bonn is not that significant an issue. To the extent that it is, it's their loss. باز هم میگویم که اشتراک یا عدم اشتراک آنها تأثیر زیادی ندارد و به ضرر خودشان است. فکر میکنم که پاکستان باید در قسمت همکاری‌های امنیتی با افغانستان تلاش زیادی نماید. ما بارها شاهد هدف قرار گرفتن افراد ملکی نیروهای افغانستان و نیروهای بین المللی هستیم که باید متوقف شود. و آخرین پرسش من در مورد پاکستان این است که اگر پاکستان در کنفرانس بن اشتراک نکند، آیا پاکستان چیزی را از دست می‌دهد؟ I think they do lose. Again, the whole world is there, 85 countries. بله، به ضررشان است. تمام جهان در آنجا حضور دارد. 85 کشور در کنفرانس شرکت می‌کنند، ولی پاکستان تنها کشوری خواهد بود که متضرر می شود. برخی ها به این باورند که یکی از اشتباهاتی که در 10 سال گذشته در بن اول رخ داد، همان عدم حضور نمایندگان طالبان در آن کنفرانس بود. آیا شما با این نظر موافق هستید؟ Well, at the time of the first Bonn conference, exactly 10 years ago, there weren't many Taliban to be found. در نشست بن اول طالبان در دسترس نبودند. آنها در کوه ها و مغاره ها پنهان شده بودند. ولی اگر حالا دیده شود با توجه به آنچه آنها در برابر افغانستان و افغان ها انجام دادند، شایستگی این را ندارند که به میز مذاکره بنشینند. Focused on how to overcome the damage they had done to Afghanistan and Afghans. And you think they deserve now? آیا حالا شما فکر میکنید که آنها اکنون شایستگی آن را دارند که در همچون کنفرانس و یا کنفرانس های دیگری که در آینده برگزار خواهند شد؟ این مورد کاملا به افغان ها ارتباط دارد. آیا شما هیچ نظری در این مورد ندارید؟ The Afghan government has some time ago said that it would like to pursue a reconciliation. دولت افغانستان چند قبل پروسه آشتی را با طالبان برانداخت و ملاک‌های مشخصی برای صلح تدوین کرد. آتش بس، چشم پوشی از خشونت‌ها، احترام به قانون اساسی، احترام به حقوق زن. فکر می‌کنم که بعضی طالب‌ها این را قبول کردند، ولی باز هم این تصمیم دولت افغانستان است و ما از هر نوع تصمیم افغان ها حمایت میکنیم.